سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و با قسمت پنجم از دوره 14 به علاوه قانون فروش بیشتر در 14-01 در خدمت شما خواهم بود. در 4 قسمت قبلی به 4 قانون اول بر اساس دیدگاه های آقای تاد دانکن در کتاب هایت راسلینگ پرداختیم و الان قسمت پنجم و قانون پنجم میرسیم، قانونی که آقای تاد دانکن به اون لقب قانون اهرم رو داده و البته میشه بهش گفت قانون تقویت تعهد. خب قطعا همه تو این تجربه رو دارید که ما اهداف زیادی رو در زندگی اون انتخاب کردیم، اهدافی برای سلامتی اون مثل کاهش وزن، ورزش، اهدافی برای توسعه فردی اون مثل ادامه تحصیل، مطالعه، کلاس زبان، اهداف شغلی مثل افزایش فروش، افزایش درآمد، توسعه کسب و کار، صادرات. اما بعد از مدت این اهداف فراموش میشن، به خصوص در ابتدای سال وقتی آدم داره اهداف رو میذاره، خیلی اهداف قشنگی رو میچینه، تقویم ها، سررسید ها، اهداف خوبی رو به خودشون دیدند، اما خیلی زود اون اهداف فراموش شدن. در حوزه رژیم تغذیه جایی میخوندم که بیش از فکر میکنم 85 تا 90 درصد رژیم های تغذیه شکست میخورن، یعنی فرد وقت گذاشته خواسته لاغر بشه، خواسته به تناسب اندام برسه اما ولش کرد. دلش این هستش دوستان، ما هدف رو داریم اما تعهد به هدف رو نداشتیم و این قانون به این موضوع میپردازه. ابتداش یک داستان قشنگی رو آقای تاد دانکن میگه از برخوردش با آقای هاپکینز، آقای تام هاپکینز که یکی از نویسندگان و سخنرانان برتر حوزه فروش هستن. امیدوارم در آینده بتونیم دیدگاه های ایشون رو هم مطرح کنیم، در دوره ها آشنا بشید. خیلی ایشون فرد فعالی هستن، سالها سخنرانی میکنن، کتاب های خوبی دارند و خیلی شناخته شده هستن. آقای تاد دانکن میگه زمانی که من یک فروشنده بودم و خب فروشنده برتری هم بودم در حوزه کاری خودم، در سمینارهای فروش ایشون شرکت میکردم و یک روز رفتم بهش گفتم که خودم معرفی کردم، گفتم من فروشندم، تاد دانکنم، تو کار خودم به این نتایج رسیدم، اما میخوام مثل توی سخنران بشم، دوست دارم سخنران شدن. میگه تام هاپکینز دانکن گفتش که مطمئنی میخوای سخنران بشی؟ گفتم آره. گفت چه کاری برای سخنران شدن تا حالا انجام دادی؟ گفتم هیچی. گفتش که تا کی میخوای سخنران بشی؟ گفتم نمیدونم. میگفت تام هاپکینز نگاه کرد، گفتش که همین الان یک تاریخ توی تقویمت ثبت کن و این تاریخ رو پشت کارت ویزیتت بنویسم من بده و من تا اون تاریخ منتظر میمونم، یا تو در اون تاریخ به من زنگ میزنی و میگی سخنران شدی، یا من در اون تاریخ به تو زنگ خواهم زد و خواهم گفتش که چرا سخنران نشدی، چه مشکلی داشتی، چرا نتونستی، پس این قول به من بده. آقای تاد دانکن میگه من نوشتم اون تاریخ رو پشت کارت ویزیت و توی تقویم و به تام هاپکینز دادم و خیلی قبل از اون تاریخ من تونستم سخنران حرفه‌ای بشم و به هاپکینز تماس گرفتم و این موضوع رو گفتم که من به قولم عمل کردم. این خاطره رو ایشون میگه و تاکید میکنه که این تعهد من به هدف که به واسطه قول دادنم به تام هاپکینز بود باعث شد من در مسیر تدریس و سخنرانی جدی بشم و ما هم پیشنهاد میکنه حتما این مسیر رو پیش بریم. نکته ای که وجود داره، خب به جاهای من نکاتی که به نظرم ناقص هست یا باید نقد کنم رو میگم. آقای تاد دانکن در این فصل تاکید میکنه که اهداف خودتون رو به دیگران بگید، اما خب امروز علم روانشناسی نشون داده وقتی که شما درباره اهداف و آرزوهاتون، من میخوام خوشندام بشم، من میخوام مثلا سخنران خوبی بشم، من میخوام پولدار بشم، من میخوام خونه بزرگی بخرم، وقتی درباره چنین اهدافی میایید با دیگران صحبت میکنید، چون در زمان بیان اون اهداف یک لذتی از بیانش دارید، توی ذهن شما، در واقع توی مغز شما یک سری فعل و انفعالاتی اتفاق میفته و مغز احساس خوشایندی بهش دست میده و باعث میشه پس از مدتی اون احساس خوشایند جایگزین اون تعهد شما برای تلاش بشه
و این چیزی که علم نشون داد، در واقع وقتی شما اهدافتون رو که ازش لذت میبرید مدام به بقیه دارید بگید من میخوام این کارو بکنم، من میخوام این کارو بکنم، باعث میشه پس از مدتی در راستای اهدافتون کمتر تلاش بکنید، چون اون لذتی که قرار بود از رسیدن به اون هدف پیدا بکنید از تاییدها و تشویقها و ایول باریکله های بقیه گرفتید و این کار رو خراب میکنه. و این خب این چیزی هستش که آقای تاد دانکن تو کتابش اشاره نمیکنه و ایشون میگه که حتما اهدافتون رو با دیگران به اشتراک بذارید. اما من میخوام اینو اصلاح کنم و بگم اهدافتون رو به اشتراک نذارید دوستان، اقداماتی که براش برنامه ریزی کردید رو به اشتراک بذارید. مثلا نگید من میخوام یه نویسنده معروف بشم همم بگن آفرین آفرین، بگید نه من تصمیم گرفتم در 6 ماه آینده اولین کتاب خودم رو مثلا ترجمه کنم، یا تصمیم گرفتم در 6 ماه 1 سال آینده اولین کتاب خودم با موضوع به طور مثال چه میدونم روانشناسی رو بنویسم. این اقدام رو بگید. گفتن این اقدام مؤثره. چرا؟ چون شما وقتی اقدام خودتون رو علنی میکنید یک تعهدی برای شما میاره و بقیه از شما خواهند خواست و شما درون خودتون یک احساس میکنید که من الان به همه گفتم کتاب میخوام بنویسم، ازم پرسن کتابت چی شد، ما منتظریم چون هنوز به دست ما نرسیده. و این درسته، یعنی اهداف و آرزوها رو نگید اما اقدامات رو بگید. یا به طور مثال نگید که میخوایم انشالله امسال رکورد فروشامونو بزنیم، فروشامونو بهتره کنیم بریم بالا. نه، بگید من میخوام امسال تلاش بکنم 30% افزایش فروش ایجاد بکنم و در هر ماه مثلا به جای 12 میلیون پورسانت که سال قبل داشتم بتونم به 16-17 میلیون پورسانت برسم، بتونم به 20 میلیون پورسانت برسم. و اونجاست که این اقدامی که حالا باید انجام بدید رو باید مطرح کنید و میگی پس من باید بیام بیشتر تماس بگیرم، من باید بیام بیشتر جلسه بذارم، پس من باید بیام یه دوره فروش حرفه‌ای شرکت کنم. حالا که اون اقدامات رو میگید هم به دیگران به نوعی بیشتر متعهد شدید و اونا از شما خواهند خواست و هم خودتون درونتون یه احساس تعهد بیشتری خواهید کرد. اما آقای تاد دانکن تاکید میکنه خیلی مراقب باشید که اهدافتون رو به چه کسانی میگید. و اینو خیلی دوستان دقت کنید، اهدافتون رو به آدمهای رویاکش نگید، اهدافتون رو به آدمهای حسود، به آدمهایی که منفی نگرن، آدمهایی که تا باشون صحبت میکنی برای هر راه حلی یک مسئلهی پیدا میکنند، برعکس دیگه، به جای اینکه برای مسئله راه حل پیدا کنن برای راه حل مسئله پیدا میکنن، افرادی که برای هر کلیدی قفل میسازن، با اینها مطرح نکنید. قطعا اون جمله معروف جیم ران رو شنیدید دیگه که میانگین درآمد شما مساوی با میانگین درآمد 5 نفریه که بیشترین ارتباط رو با اونها دارید. و این خیلی جدیه. دوستانی داشته باشید که بتونید با اونها اقداماتتون رو و برنامه هاتون رو مطرح کنید. تاکید کردم آقای تاد دانکن میگه اهداف، اما نمیخوایم اهدافمون رو بگیم، چون وقتی اهداف رو میگیم از نظر روانشناسی یک فراغ بال بیدلیلی پیدا میکنیم، یه احساس خوشایند الکی پیدا میکنیم که تلاشمون کمتر میشه. اما برنامه و اقداماتتون رو بگید. دوستانی داشته باشید که مثل شما هم فکر باشن، اهل رشد باشن. وقتی به اونها یک اقدامی میگید نزنن تو سرتون بابا کجای دنیا، اینجا ایرانه، بازی دوره آموزشی رفتی جوگیر شدی، میخوای فروشتو افزایش بدی به پای اخراجت نکنن، اصلا کسب و کار همه دارن ورشکست میشن، کی از شما جنس میخره. اینها رویاکشن، اینها شما رو نابود میکنن و نمیذارن که اقدامات جدیدی رو انجام بدید. پس اقدامات و برنامه هاتون رو که در راستای اهدافتون هست با دوستانتون و حلقه قابل اعتمادی که شما رو تایید میکنه و از شما بازخواست میکنه و هدایت میکنه حتما مطرح بکنید و خیلی مراقب باشید که اطرافیان شما چه کسانی هستند. اما آقای تاد دانکن 3 اهرم تعهد رو معرفی میکنه. خب اسم این قانون، قانون اهرم بود دیگه، در واقع اینها مثل اهرم هایی هستند که شما رو حرکت میدن، اما به نظرم بهتر بود شاید میگفتیم قانون تعهد. 3 اهرم تعهد رو آقای تاد دانکن معرفی میکنه که بسیار بر ما میتونه مفید باشه. اهرم اول رو بهش میگه اهرم شخصی. تأکید میکنه حتما اهداف خودتون رو مکتوب کنید و حتما برای اهداف خودتون یک زمان تعیین کنید. من با این کار موافقم، یعنی اینکه اهداف خودتون رو حتما مکتوب کنید، بنویسید. درباره اهداف خب زیاد صحبت کردیم در درس‌های قبلی، در اینترنت هم تو دلتون بخواد مطلب هست. اما اهدافتون رو مکتوب کنید. آقای تاد دانکن میگه حتما تاریخ قطعی و مشخصی برای اون اهداف بنویسید. باز اجازه بدید من اینجا نقدی وارد بکنم به این صحبت‌ها. ببینید بچه‌ها، مدل اسمارت
که بسیار هم در حوزه هدف گذاری درباره‌اش شنیدید احتمالاً، واقعیتش اینه مدلی هست که از دل مدیریت پروژه و از دل صنعت وارد ادبیات توسعه فردی شده. خب بله، وقتی ما داریم کار صنعتی میکنیم میتونیم خیلی اسمارت عمل کنیم، یعنی اسپسیفیک باشیم، میجربل باشیم، اتینبل باشیم، ریلایبل باشیم و تایمبل باشیم. یعنی بیام خیلی مشخص بگیم مثلا ما تا سال 1403 20,000 قطعه در خط تولید خودمون در شهر فلان با هزینه اینقدر و با سوددهی این میزان تولید خواهیم کرد. این یک هدف صنعتی پروژه‌ای در دسترسه. اما آیا در زندگی میشه اینطوری هدف گذاری کرد؟ نه. واقعیت اینه که ما نمیتونیم در زندگی اینقدر اسمارت، ریز، دقیق، تایمبل صحبت بکنیم. شاید در حوزه فروش باز تا حدی به واقعیت نزدیکتر باشه که من بیام تعیین بکنم من میخوام تا یک سال آتی مثلا به این مبلغ تومان از فروشم برسم که طبق مباحث جلسات قبل، پس برای رسیدن به این مبلغ من باید بیام این میزان فروش داشته باشم که اینقدر پورسانتش بشه و برای رسیدن به اون میزان فروش باید یک تعداد مشخصی تماس و جلسات کاری داشته باشم که این اتفاق بیفته. خب این هدف تا حدی قابل دسترسه، میشه براش تایم گذاشت مثلا تا پایان سال 1401 تا پایان سال 1402. اما نکته بعدی اینه دوستان دقت بکنید، اتفاقی که باز میفته و خیلی بده، مثلا فرد هدف میذاره که من 10 کیلو کاهش وزن میخوام تجربه کنم در زندگی شخصیش، یا در زندگی کارش هدف میذاره که به طور مثال میخوام به یک درآمد فرض بکنید چقدر 400 میلیون تومانی در 3 ماه آینده برسن. بعد آخر 3 ماه میرسه میبینی مثلا 300 میلیون به دست آورده، یا بعد از 3 ماه به جای 10 کیلو 3 کیلو 4 کیلو کاهش وزن پیدا کرده. اون موقع شما نباید ناامید بشید و این یکی از اتفاقات بدیه که هدف گذاری های مشخص و ریز و دقیق با تایم مشخص برای ما ایجاد میکنه. شما اتفاقا 80% مسیر رو توی درآمدتون رفتید، شما 30-40% مسیر رو تو کاهش وزن رفتید، آفرین، خیلی خوبه. پس اینجاست که موقع هدف گذاری حواستون باشه. هرچند آقای تادان که میگه اهدافتون رو بنویسید که منم کاملا موافقم، اما اینه که میگه زمان مشخصی برای رسیدن به اهدافتون تعیین کنید، اینو یکم مراقب باشید و 2 نکته رو بدونید. اولا نمیشه همه چیز رو اینقدر 100% و قطعی زمان براش تعیین کرد. من میتونم بگم که من تلاشم رو میکنم تا در 1 سال آتی به این میزان درآمد از فروش برسم، من تلاشم رو میکنم تا در 1 سال آتی با 5 تا برند بزرگ در این صنعت بتونم رابطه بگیرم. خب پس این خوبه، این یعنی من پذیرفتم که دارم در این مسیر تلاش میکنم. اما اینکه میگم من قطعا تا پایان سال به این میزان میرسم و اگر نرسم شکست خوردم، این غلط. پس این نکته اول. نکته دوم این که اگر هم در اون تاریخ ببینید 60% هدف محقق شده، 70% هدف محقق شده، از خودتون تشکر کنید، خیلی عالیه، قرار نبود 100% رو حتما به دست بیارید. پس با این 2 تا نکته تکمیلی، اهرم اول رو آقای تاد دانکن اهرم شخصی معرفی میکنن که شما حتما اهدافتون رو مکتوب کنید و برای اهدافتون زمان قرار بدید، و ایشون اصرار دارن روی این موضوع که وقتی که تاریخ تعیین میکنید برای یک هدف، تلاش هاتون کمتر هدر میره، زمانتون رو کمتر هدر میرید، متعهدتر هستی که ببین من تا این تاریخ میخوام برسم به این موضوع. و نکته کلیدی بعدی این که حتما اهدافتون رو روزانه مرور کنید. من خودم توی والپیپر گوشیم نوشتم، یعنی هر دفعه که گوشیم رو قفل میکنم باز میکنم این اهدافو میبینم، یه مرور میکنم. شما میدونم این کار رو انجام بدید. اهدافتون رو وقتی مدام مرور میکنید، انگار این قطب نمای ذهنتون، انگار این دریچه نگاهتون همش دنبال فرصتهایی میگرده که اون هدف رو محقق کنه. یه مثال ساده براتون بزنم. یه دوستی تعریف میکرد که میگفت من تصمیم گرفتم که وارد کار شخصی خودم بشم، در واقع سلف امپلوید بشم و بتونم برای خودم کار را بندازم، خیش فرما بشم. میگفت این ایده تو ذهن من بود که دنبال خیش فرمایی باید بگردم و هر لحظه دنبال فرصت ها بودم. میگفت یه شب تو مراسم عروسی که نشسته بودیم و خب داشتیم صحبت میکردیم و گپ بزدیم، من مدام این باز تو ذهنم بود، این شده بود انگار قطب نمای نگاه من که من چطور میتونم کار شخصی را بندازم. و داشتیم گپ بزنیم، یکی گفتش که شیرینیاش خوشمزه بود، اون گفتش که نه بابا شیرینیاش مثلا خیلی خامش زیاد بود، اشکال شیرینیا سنتی توی مراسم ها میووردن. بعد میگفت من اهل
یزد بودم. خب یزدم که شهر شیرینی هاست، همتون میدونید. و این جرقه زدش که خب من چرا وارد کار شیرینی نمیشم. خب ایشون تو استان تهران بود، بیام شیرینی های اصیل یزدی و که با کیفیت بالا هست، اونجام که کلی فامیل دارم، اینا رو بیارم با یه سود مناسبی از تامین کننده بگیرم، به چند تا فروشگاه بدم، قفسه بگیرم و تبدیل بشم به یک تامین کننده شیرینی شکلات. اگر دیدم کار جا افتاد، با توجه به عقبه ای هم که داشتیم در حوزه شیرینی پزی، مثلا بیام تو تهران یه کارگاه تولید شیرینی های یزدی ایجاد کنم. خب همین باید، همین جرقه و همین نگاه باید سرشون به همون سمت رفت و نتیجه خوبی هم گرفته بود، طبق حالا صحبتهای خودش البته. پس نکته کلیدی اینه، وقتی شما اهدافو می نویسید، تایم می زارید و مدام مرور می کنید، اصلا دریچه نگاهتون میشه همین که ببینم چه فرصت های من کمک می کنه اون هدف محقق بشه. پس این اهرم اول، یعنی اهرم شخصی. اهرم دوم که من خیلی دوستش دارم و حتما به شما پیشنهاد می کنم پس از این فایل صوتی روش وقت بذارید، اهرم همکاره، یا من بیام ترجمهش کنم به همراه موفقیت. ببینید دوستان، نمیدونم کسی تجربه کنکور رو اینجوری داشته یا نه، وقتی آدم موقع کنکورش هست تو یه جور رقابت همکارانه میفته، تو یه جور رقابت رفاقتی میفته با رفیقاش. تو چقدر خوندی؟ تو تا کجا خوندی؟ من عقب موندم، بذار منم بخونم، من تا اونجا میخوام بخونم. بعد اون پیگیری میکنه، انگار همدیگر رو هول میدیم توی این مسیر که رشد بکنیم. و این چیزیه که خیلی به شما کمک میکنه. یعنی حتما اهدافتون رو با یک یا دو نفر از دوستانتون مطرح کنید، دوستانی که مثل شما گفتم ذهن بازی دارن، علاقمند به رشدن، و اونها از شما بازخواست بکنن. حتی با هم طی بکنید، بگید بچه ها مثلا هر هفته از من فیدبک بگیرید. میتونید یه گروه واتساپ ایجاد بکنید، توی اون گروه اقدامتون رو اعلام بکنید که من میخوام تا آخر این ماه این اقدامات رو در جهت اهدافم انجام بدم، این پلنمه، و بچه ها از شما میخوام که هر هفته از من اینو بازخواستش بکنید. این بازخواست کردن، این به چالش کشیدن شما، این سوال کردن، و حتی در حالت ایدال این که اونها هم بیان برنامه‌هاشون رو به شما بگن و متقابلا از هم بخواهید و این همراه موفقیت داشتن، یکی از مواردی که باعث میشه شما خیلی خوب متعهد بمونید. حتی بعضی از دوستان میان از ظرفیت پیج اینستاگرام و فالووراشون استفاده میکنن، حالا در حوزه کاری خودش، مثلا اعلام میکنن که من میخوام این کار رو انجام بدم. و خب وقتی آدم یه دفعه به 2000 تا 5000 تا 50000 تا فالووری موضوع رو اعلام میکنه، اونا مدام این رو میخوان. حتی من تو این دوره همین کار رو کردم دوستان. من شاید اگه این دوره رو میخواستم صرفا به حالا برنامه خودم بگم، یه موقعی ضبط میکنم، یه موقع رو سایت میذارم، شاید ضبطش نمیکردم. اما اومدم اول تو پیجم اعلام کردم، بعد به دانشجوام گفتم، بعد توی واتساپ هم اعلام کردم. خب الان افراد اومدن عضو این دوره شدن، همه منتظر قسمت جدیدن. اگر من ارسال نکنم باید پاسخگو باشم. اصلا مهم نیست که این الان مبلغی داره یا نداره، هزینه‌ای دارن میدن یا نه، مهم اینه که من متعهدم به یه تعداد آدم که باید به اونها این محتوا رو برسونم. پس این خود من رو متعهد نگه میداره. پس این بیان اون برنامه یا اقدامتون به دوستان و پیگیری اون دوستان از شما یا همون همراهان موفقیت، اهرم تعهد دوم آقای تاد دانکن. پس اهرم تعهد اول اهرم شخصی، اهرم تعهد دوم اهرم همکاران، و اهرم تعهد سوم که خب یه لول حرفه‌ای تر میشه، اهرم حرفه‌ای یا کوچینگ هستش. خب قبلا هم من صحبت کردم، قطعا یکی از مهمترین ابزارها در مسیر ما که میتونه ما رو توی راه نگه داره و اجازه نده که از مسیر درستمون خارج بشیم، استفاده از یه کوچه. من خودم برای کار خودم الان دارم این رو، هر هفته جلسه داریم، برنامه ها با هم بررسی میکنه، میپرسه که چرا نشد، مانع چی بود، چه اصلاحی باید در برنامه اتفاق بیفته، و خیلی خوب هست. و به شما هم پیشنهاد میکنم حتما از خدمات یک کوچ استفاده بکنید در کارتون، کوچی که به طور منظم برنامه ها و اهداف شما رو پیگیری کنه ازتون. در واقع اصطلاحا به اینها میگن اکشن کوچ یا کوچ های اجرایی، و اون کوچ باعث میشه شما در مسیرتون بمونید. ضمن اینکه چون کوچ ها مهارت های خوبی هم دارن، میتونن از شما سوالات درستی بپرسن، میتونن موانع رو از دل شما بکشن بیرون، میتونن به شما کمک بکنن راه حل های بهتری رو پیدا بکنید. پس اهرم حرفه‌ای یا اهرم سوم ما در حوزه تعهد استفاده از یک کوچ هستش. اما آقای تاد دانکن به عنوان جنبندی یک پیشنهاد هم برای مدیران فروش دارن که من خیلی دوستش داشتم این پیشنهاد رو. ایشون میگن یک مدیر فروش
خب وقتی تعداد فروشنده های زیاد میشه قطعا نمیتونه با همه ارتباط بگیره و برای همه یکسان وقت بذاره و آموزش بده و مشکلاتشون رو حل کنه. پس پیشنهاد میدن مدیران فروش یک کوچ فروش کنار خودشون داشته باشن، یعنی مدیر فروش خودش با یه مربی یا یه کوچ ارشد فروش کار کنه، کسی که بیاد از اون مدیر سوالاتی بپرسه، مسائلش رو پیدا بکنه، به کمک اون راه حل ها رو پیدا بکنه. حالا اون مدیران فروش بیان 20% برتر فروشندگانشون رو انتخاب بکنن، اون 20%ی که فروشای بیشتری دارن، روابط بهتری در گروه ها میتونن ایجاد بکنن و اصطلاحاً یک تم سرپرستی یا تم هدایتگری در خودشون دارن. آقای تاد دانکن میگه کوچ ارشد فروش باید با مدیر فروش کار کنه، مدیر فروش اون 20% برتر فروشنده هاشو انتخاب کنه، با اونها جلسات کوچینگ بذاره، از اونها تعهد بخواد و اونها رو آموزش بده که اونها چطور از 80% باقی تعهد بخوان. یعنی اگه یک سلسله مراتب ببینیم، کوچ ارشد فروش با مدیر فروش کار میکنه، مدیر فروش 20% برتر فروشنده هاشو انتخاب میکنه، اونها رو هدایت میکنه، آموزش میده و آماده میکنه و اون 20% هر کدامشون یه تعدادی از اون 80% باقی مونده رو میاد و کوچ میکنه، مربیگری میکنه و به این ترتیب کل تیم فروش در مسیر تعهد به اهداف حرکت میکنه. و این پیشنهاد بسیار جذاب بود برای دوستانی که مدیر فروش هستن، به خصوص در تیم هایی که فروشندگان زیادی دارن. خب این هم از قانون پنجم آقای تاد دانکن در کتاب هارت راسلینگ تحت عنوان قانون اهرم یا قانون تقویت تعهد. پس متوجه شدیم که در این قانون تاکید بر این هستش که شما باید نسبت به اهدافتون متعهد باشید تا اتفاق بیفتن. برای اینکه این تعهد اتفاق بیفته اولا باید هدف داشته باشید، ثانیا هدفتون تایمینگ داشته باشه که توضیحات مفصلی دادم، سوما اهداف رو مکتوب کنید و سه تا اهرم رو معرفی کردیم: اهرم شخصی، اهرم همکاران یا همون همراهان موفقیت و اهرم حرفه یا استفاده از یک کوچ. و پیشنهاد آقای تاد دانکن در انتها برای تیم هایی که فروشندگان زیادی دارن هم پیشنهاد بسیار کاربردی بود.